دانشمندان تحقیقات خود بر روی گونه‌های جدید ویروس کرونا را در سه بخش متمرکز کردند: سرعت انتشار، تأثیر آنها بر وخامت بیماری کووید 19 و کارایی واکسن‌های فعلی بر آنها. در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر اینکه گونه‌های جدید شدت بیماری را افزایش می‌دهند و میزان مرگ و میر کووید 19 را بالاتر می‌برند وجود ندارد. تا امروز چه اطلاعات دیگری درباره ویروس‌های جهش یافته دارید؟ ویروس‌ها به طور مستمر دچار تغییر و جهش می‌شوند و شکل‌گیری گونه‌های جدید از یک ویروس با گذشت زمان امری طبیعی است. گاهی گونه‌های جدید مدتی پس از به وجود آمدن ناپدید می‌شوند و گاهی هم انواع جهش یافته یک ویروس به حیات خود ادامه می‌دهند و از بین نمی‌روند. تاکنون در دنیا انواع بسیاری از ویروس کرونایی که باعث کووید 19 می‌شود شناسایی شده است. بررسی ژنتیکی این ویروس‌ها موجب می‌شود دانشمندان متوجه شوند که تغییرات ویروس جهش یافته تا چه اندازه در سرعت انتشار آن تأثیرگذار است و در صورت ابتلا چه اتفاقی برای بیماران می‌افتد. در حال حاضر گونه جدیدی از ویروس کرونا که تعداد جهش‌های آن بسیار زیاد و غیر معمول بوده در بریتانیا شناسایی شده و به نظر می‌آید سرعت انتشار آن در مقایسه با دیگر گونه‌های کرونا بیشتر باشد، اما هیچ اطلاعات موثقی که نشان دهد این ویروس باعث وخیم‌تر شدن بیماری می‌شود وجود ندارد. این گونه جدید از ویروس در کشورهای متعددی از جمله ایران هم شناسایی شده است. در آفریقای جنوبی نیز گونه جدیدی از ویروس کرونا شناسایی شده که با نوع انگلیسی آن متفاوت است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی جهش‌ها در هر دو گونه یاد شده یکسان هستند. به نظر می‌آید این ویروس هم سرعت انتشار بالایی دارد و به غیر از آفریقای جنوبی وجود آن در کشورهای دیگری نیز تایید شده است. درست مانند نوع جدید کرونا در انگلستان، هیچ مدرکی که نشان دهد این ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی باعث شدت یافتن بیماری می شود وجود ندارد. علاوه بر این، نوع جدیدی از ویروس کرونا در نیجریه شناسایی شده که همانند دو گونه دیگر اطلاعات زیادی درباره آن وجود ندارد. چه نکاتی را درباره این گونه ها نمی دانیم؟ گونه های جدید ویروس کرونا تا چه اندازه گسترش پیدا کرده اند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ بیماری ایجاد شده توسط گونه های جدید کرونا چه تفاوتی با بیماری رایج دارد؟ همچنین دانشمندان در تلاشند به این پرسش ها پاسخ دهند. آیا گونه های جدید انتقال فرد به فرد بیماری را آسان تر کرده اند؟ بیماری به وجود آمده توسط این گونه ها خفیف‌تر است یا شدت بیماری را بیشتر می کند؟ آیا می توان با تست های کرونایی موجود گونه های جدید را تشخیص داد؟ آیا داروهایی که همکنون برای کووید 19 استفاده می شود روی گونه های جدید تأثیر دارد؟ آیا میزان اثر بخشی واکسن ها تحت تأثیر گونه های جدید قرار خواهد گرفت؟ بیشتر دانشمندان باور دارند که واکسن های موجود کرونا بر روی گونه های جدید نیز مؤثر خواهند بود. باید تأکید کرد که هنوز اطلاعات تایید شده ای مبنی بر خطرناکتر بودن این گونه ها وجود ندارد. بنابراین نگرانی های تازه را کنار بگذارید و همچنان به زدن ماسک و رعایت نکات بهداشتی ادامه دهید.